سه هست دیگه. باید خوب بگیرم. من چقدر من چهار تا شماره برید. چهار تا شماره خیلی از خانواده ها تمایل ندارند که درس ها و همه درس ها به صورت حضوری باشه، چون هنوز نگران این شرایط ویروس کرونا هستند که بچه هاشون آمادگی ندارند. میگن خدای نکرده دانش آموزی اگر مبتلا باشه باز روند افزایش و شیوع این ویروس افزایشی بشه، بیشتر نگران این قضیه هستند و همچنان تاکید دارند که به صورت تلفیقی، به صورت حضوری و مجازی درس‌ها برگزار بشه. کلاس‌های کاربردی بهتر این هست که به صورت حضوری بشه. یه جورایی بچه‌ها مجبورن، یعنی حضور داشته باشیم که بچه‌ها رو ببینیم، کارشون رو از نزدیک ببینیم. تقریبا 70% اولیا هم این احساس رضایت رو داشتن، چون خود گرفتار شدن بچه ها در محیط خانواده و درگی شدن با گوشی ها یه سری مشکلات و تبعات خاص خودش رو داشته، ولی 30% اولیا در رابطه با اومدن فرزندانشون به خاطر شرایطی که هست عکس العمل نشون میدن، مقاومت میکنن. تا حد امکان سعی کردیم فاصله ها رو بچه ها رعایت کنن، هم خودمون در چینش کلاس ها فاصله اجتماعی رو رعایت کنیم. توصیه های لازم رو به بچه ها کردیم، امکانات بهداشتی رو براشون فراهم کردیم. تا قبل از بازگشایی تقریبا 80 تا از دانش آموزان ما واکسن زده بودن، اما در همین 4-5 روز آمار واکسن زده های ما به 170 تا دانش آموز رسید. خب این جای خیلی شکر هست که مطمئن هستیم بعد از این بچه های دیگه که مقاومت میکنن برای واکسن، به خاطر اینکه مجبورن بیان در فضای مدرسه و کلاس قرار بگیرن، برای ایمنی خودشون هم حتما واکسن ها رو میزنن. در حال حاضر ورود بچه ها یا با واکسن یا با تست پی سی آر هست که هفته ای تست پی سی آر بدن بیان. مجوز برگزاری کلاس های حضوری به آموزش پرورش از نیمه آبان ماه برای متوسطه دوره دوم و از اول آذر ماه برای متوسطه اول و مدارس ابتدایی صادر شده. برخی از کلاس ها که جمعیت دانش آموزی ما محدود هست و امکان این که همه دانش آموزان همزمان در کلاس حضور داشته باشن، خب همه دانش آموزان در یک گروه به مدرسه میان و شرایط طبیعی است. در برخی از مدارس که آمار دانش آموزی ما بالاست، کلاس ها گروه بندی شدن به فراخور امکانات و تعداد دانش آموزان. شورای مدرسه تصمیم میگیره که چه وضعیتی رو برای دانش آموزان اجرا بکنه. برای حضور دانش آموزان در کلاس های درس ابتدا باید کمیته سلامت مدرسه که متشکل از شورای مدرسه است به اضافه نماینده بهداشت باید تشکیل بشه. اونجا فرمی رو داریم تحت عنوان فرم 06 به صورت خود ابرازی و خود اظهاری تکمیل بشه. بعد در سامانه درخواست مجوز تشکیل کلاس توسط مدیر مدرسه انجام بشه. اداره منطقه ناحیه یا شهرستان بازدید رو از مدرسه خواهد داشت، شرایط رو بررسی میکنه. شرایط سختی نیست. اینکه کلاس ها امکان تهویه داشته باشه، لوازم و تجهیزات و مواد ضد عفونی مهیا باشه، استفاده از ماسک باشه، فاصله گذاری باشه، سطلای زباله دربدار باشه، مواردی که در اون دستورالعمل مشخص شده اینها رو چک میکنن و در صورتی که تایید شد، خب مجوز برگزاری کلاس به اون مدرسه داده میشه. یه چیزی که از آن دارم خود دانش آموزا اینه که تو فضای مجازی از مدرسه ها هیچی یاد نگرفتن، این عنوان میکنن. بخاطر همین الان خیلی دوست دارن که بیان در کلاس حضوری شرکت بکنن. اون تا از اون طرف خودمون هم ترس داریم، هم خودمون ترس داریم، هم اولیا دانش آموزا، هم معلمون. خب اول اینکه همه بچه‌ها واکسن‌هاشون رو زدن و اصلا با کارت واکسنه که ما حضور پیدا کردیم درون مدارس، و اینکه خب خیلی بهتره 100% از این لحاظ که سطح علمی بچه‌ها خیلی تو این دو سال اومده پایین و اینجوری خب آموزش حضوری خیلی به نفع بچه‌های یک روز درمیون انگار میای مدرسه، همم دو دوز واکسن رو زدن و
ماسک میزنن و خیلی هم خوبه مدرسه. سوای از اون بحث آموزش عمومی که همه نتونستن دریافت بکنن و باز موندن یه عده از دانش آموزان عزیز، چیزی که غیر ملموس مثل یه موریانه وارد زندگی کودکان ما شد، پیامدهای این آموزش بود. به هر حال خیلی از خانواده‌ها مسلط نبودن به محتوای آموزشی، زمان نداشتن برای انتقال مفاهیم آموزشی که در کنار فرزندشون باشن و یه فشار مضاعفی رو به کودکان وارد کردن. اگر الان این یادگیری عمیق نشه، خب بعداً مشکل که بتونیم ما برای بچه‌ها اینا رو شفاف سازی بکنیم. بنابراین لزوم آموزش حضوری احساس میشه. الان چند روزی که آموزش حضوری و مجازی ادغام شده، متاسفانه با توجه به مشکلاتی که نت به وجود میاد، قطعی و وصلی نت، اولیا شاکی هستن که تقاضای آموزش یا کاملاً حضوری و یا کاملاً مجازی رو دارن. از یک طرف با توجه به فصل زمستون و فاصله گذاری که بچه ها باید داشته باشن، مجبوریم وقتی با توجه به اینکه شوفاش هم روشنه، بچه ها میان مدرسه، باید حتما پنجره های کلاس ها باز باشه. بچه ها احساس امنیت نمی کنن بیان مدرسه. یک زمان خیلی طولانی نیاز داریم که مجدد باز دانش آموز برگرده به اون حالت گذشته و باز در کلاس درس بتونه ارتباط برقرار بکنه با کتاب، با درس، با معلم. با تمام این مشکلات مجازی ما حاضر نیستیم مدرسه باز بشه و بچه ها به صورت حضوری بیان مدرسه. دلیل بچه ها اصلا رعایت نمی کنن. دو سال شده از هم دیگه دور بودن و توی محیط های بسته خونه بودن. الان که بیان توی محیط مدرسه، خود محیط اصلا به دلیلی که خب بچه هم دیگه نمیتونن رعایت کنن، خیلی مشکلات بیشتری برای پدر مادر رو بیرون خواهد آمد. امسال از ابتدای بازگشایی مدارس سوم مهر ماه، دستورالعملی که واسه شده بود، بازگشایی مدارس در مدارس اشاعری و روستایی و همچنین رشته های مهارتی و هنرستان های فنی حرفه‌ای و کاردانش رو شاهد بودیم. بر اساس دستورالعمل ستاد ملی کرونا و مصوباتی که از سوی وزارتخانه واصل شده بود، قرار بر این شد که از نیمه آبان ماه مدارس متوسطه دوره دوم از 15 آبان ماه بازگشایی بشن. برای سایر دوره‌های تحصیلی هم انشاءالله ما از ابتدای آذر ماه شاهد بازگشایی مدارس دوره ابتدایی خواهیم بود و مدارس متوسطی اول. من مادر دو بچه 8 سالم. پارسال هم بچه هم کلاس اول رو مجازی گذروندم، فقط در حد چند جلسه حضوری رفتن و واقعا از مجازی بودن ضربه خوردن بر جای من. امسال هم یکی دو جلسه بیشتر حضوری نرفتن که دوباره مجازی شد. من واقعا موافق حضور بچه ها در مدرسه هم، البته با همون تقسیم بندی 10 تا که انجام داده بودن، چون سلامت بچه ها خیلی برام مهمه. به نظر من و همه بچه ها، یا حالا کلن بیشتر بچه ها، به نظرم آموزش حضوری خیلی بهتر از مجازیه، چون واقعا تو مجازی کیفیت درس خوندن اومده بود پایین. از نظر سطح درسی بیشتر بچه ها افت کرده بودیم. از فضای مجازی و گوشی واقعا خسته شده بودیم، دیگه بچه ها زیاد اهمیت نمیدادن به درس خوندن. مجازی تدریس شدن درس ها به نظرم اصلا چیز مناسبی نیست، چون اکثر بچه ها نمیتونن مطالب خوب درک کنن، مخصوصا درس هایی مثل عربی، زبان، ریاضی که فهمش برای بچه ها یکم سخته. اگر حضوری برگزار بشه خیلی بهتره. آموزش مجازی به خصوص برای درس اختصاصی مثل فیزیک و شیمی و ریاضی اگه حضوری باشه خیلی بهتره. حضوری باشه خب بهتره، چون ارتباط مستقیم با معلم داریم، خیلی بهمون کمک میکنه که یه چیزایی یاد بگیریم. اینطوری بهتر تا فضای شاد، اینطوری بهتر. فضای شاد مشکل داره، مشکل نت داره، اینطور بیشتر دانش آموزا اذیت میشن، معلم ها اذیت میشن. مقرر شد مدارس با توجه به شرایط خود مدارس تصمیم گیری کنن. بنا به ضرورتی که ما بر اثر عملکرد مدرسه در مقایسه با سال گذشته و سالهای قبل دیدیم و با توجه به بُعد مکانی مدرسه‌مون، جمع‌بندی که صورت گرفت، به این نتیجه رسیدیم که مدرسه رو باز بکنیم. فعلا به صورت حضوری و نیمه حضوری بچه‌ها به مدرسه دارن میان. تقریبا حدود 70% از این استقبال کردن. یه تعداد اندکی هم هستن که خانواده‌ها حالا گفتن که تو این شرایط نمی‌خوام بیان مدرسه، دارن از آموزش مجازی استفاده میکنن.
تصمیمی که شورای مدیریت آموزش عالی استان گرفته بر این منوال هست که فعلا در نیم سال جاری دانشان تحصیلات تکمیلی که در مرحله نگارش یا جمع‌آوری داده هستند و نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دارن مقدمات حضورشون در دانشگاه انشالله فراهم بشه. اگر شرایط خوب باشه، یعنی شرایط مساعدی باشه و استاد کرونا استان هم مجوز بدن، انشالله امتحانات تحصیلات تکمیلی رو تلاش خواهیم کرد که این نیم سال حضوری بکنیم. یه نکته بسیار مهمی رو که باید اینجا تذکر بدم و یادآوری بکنم اینه که همه این مواردی که گفتیم بستگی به شرایط عمومی مملکت داره. یعنی اگر انشاءالله شرایط بهتر باشه، خب ما تعداد بیشتری از دانشجو رو وارد خواهیم کرد. یکی از مهمترین دغدغه‌هایی که همه دانشگاه‌هایی که دانشجو حضوری دارن هست، مسئله اسکان و تغذیه دانشجوست که با توجه به مشکلات اعتباری که همه درگیرش هستیم، خب وضعیت مناسبی نداریم. در مورد خوابگاه، ما در دانشگاه بیرجان حداقل امکان اسکان دانشجو رو در شرایط عادی به شکل کامل داریم، ولی مشکل اینجاست که با توجه به پروتکل ها تعداد دانشجو در هر اتاق باید کاهش پیدا بکنه و این باز خودش منجر در حقیقت به این خواهد شد که ما دچار مشکل خوابگاه بشیم. بعضی از دانشگاه های استان مثل دانشگاه فرهنگیان هم من در جریان هستم که خب خوابگاه ملکی ندارن، خوابگاه های خودگردان داشتن. در این دو سال گذشته کسایی که خوابگاه خودگردان داشتن عملا اینها رو تغییر کاربری دادن و مشکلات عدیدی رو این دانشگاه ها هم خواهند داشت. اگر انشاءالله شرایط مناسب باشه، باید زمینی حضور دانشجویان رو در دانشگاه فراهم بکنیم. اصلا بحث دروس رو هم بذاریم کنار. خب کنش دانشگاه ها فقط انتقال دانش که نیست، جمع شدن دانشجویان در یک محیط نیم مستقل و تمرین کنش‌های اجتماعی جزء اهداف دانشگاه‌ها هست.